همونطور که در گزارش‌های پیشین هم شاهد بودیم، یکی از موارد مطرح شده در بسته اصلاح دموکراسی که از سوی دولت آقای رجب طیب اردوغان در سپتامبر گذشته ارائه شد، مسئله لغو ممنوعیت استفاده از حجاب در مراکز دولتی ترکیه بود. همینطور بندی دیگه از این بسته پیشنهادی که الزام به سوگند کمالیسم رو در واقع لغو میکرد. اجرای این دو بند از بسته دموکراسی امروز پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور به صورت قانونی و اجرایی در ترکیه آغاز شد، به استثنای کارمندان قوای مسلح، نیروهای امنیتی و پلیس، دادستان‌ها و قضات سراسر کشور. مابقی زنان کارمند در ترکیه از امروز مجاز هستند که در محل کار خودشون از حجاب استفاده بکنند. ماده پنجم قانون مصوب سال 1982 در ترکیه در واقع بر این نکته تاکید داشت که استفاده از حجاب در مراکز دولتی ترکیه ممنوع هستش، اما با اصلاحاتی که در بسته پیشنهادی اخیر انجام شده در واقع اون قانون منع شده. بند دیگه از بسته پیشنهادی که امروز در ترکیه در واقع به صورت اجرایی آغاز شد، مسئله الزام به سوگند کمالیست بود که این موضوع هم با دستور مستقیم وزارت ملی آموزش ترکیه از امروز برنامه صبحگاهی سوگند کمالیسم که دانش آموزان ملزم به ادای اون بودن از برنامه مدارس ابتدایی حذف شد. در همین ارتباط آقای رجب طیب اردوغان امروز در پارلمان ترکیه حضور پیدا کرد، در مورد این بسته اصلاحی و اجرای شدن اون صحبت کرد، دفاع کرد از بسته اصلاحی و عنوان کرد که ما یک قانون قدیمی که علیه روح جمهوری در ترکیه بود رو لغو کردیم که اشاره ایشون به همین قانون حجاب هستش. هرچند که بسیاری از نمایندگان اسلامگرای پارلمان ترکیه از سخنان آقای رجب طیب اردوغان استقبال کردند و به ویژه از سیاست‌های اخیر در بسته اصلاحی استقبال کردن، ولی بسیار هستند در ترکیه که به خصوص بر سر همین بند، یعنی قانون منع حجاب، انتقاد می‌کنند از دولت آقای رجب طیب اردوغان و به نوعی گام‌های اخیر آقای رجب طیب اردوغان رو پشت کردن به آرمان‌ها و سیاست‌های آتاتورک می‌دونن که سال‌ها در جهت نهادینه کردن سکولاریسم در ترکیه حرکت کرد. به هر حال امروز بسته دموکراسی در ترکیه ارائه شد با همه حرف و حدیث ها و کم و کیفی که داشت، هرچند که ملاحظاتی هم این بسته در زمینه مطالبات مردم کرد لحاظ کرده، اما آنچنان که باید مورد استقبال شخصیت ها، گروه ها و احزاب کردی واقع نشد. به هر حال این موضوع امروز در رسانه‌های ترکیه بسیار بازتاب داشت، همینطور انعکاس ویژه‌ای رو هم در رسانه‌های بین‌المللی داشت. تلویزیون ایران فردا، ترکیه. همونطور که در گزارش‌های پیشین هم شاهد بودیم، یکی از موارد مطرح شده در بسته اصلاح دموکراسی که از سوی دولت آقای رجب طیب اردوغان در سپتامبر گذشته ارائه شد، مسئله لغو ممنوعیت استفاده از حجاب در مراکز دولتی ترکیه بود. همینطور بندی دیگه از این بسته پیشنهادی که الزام به سوگند کمالیسم رو در واقع لغو میکرد. اجرای این دو بند از بسته دموکراسی امروز پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور به صورت قانونی و اجرایی در ترکیه آغاز شد، به استثنای کارمندان قوای مسلح، نیروهای امنیتی و پلیس، دادستان‌ها و قضات سراسر کشور. مابقی زنان کارمند در ترکیه از امروز مجاز هستند که در محل کار خودشون از حجاب استفاده بکنند. ماده پنجم قانون مصوب سال 1982 در ترکیه در واقع بر این نکته تاکید داشت که استفاده از حجاب در مراکز دولتی ترکیه ممنوع هستش، اما با اصلاحاتی که در بسته پیشنهادی اخیر انجام شده در واقع اون قانون منع شده. بند دیگه از بسته پیشنهادی که امروز در ترکیه در واقع به صورت اجرایی آغاز شد، مسئله الزام به سوگند کمالیسم بود که
این موضوع هم با دستور مستقیم وزارت ملی آموزش ترکیه از امروز برنامه صبحگاهی سوگند کمالیست که دانش آموزان ملزم به ادای اون بودن از برنامه مدارس ابتدایی حذف شد. در همین ارتباط آقای رجب طیب اردوغان امروز در پارلمان ترکیه حضور پیدا کرد، در مورد این بسته اصلاحی و اجرای شدن اون صحبت کرد، دفاع کرد از بسته اصلاحی و عنوان کرد که ما یک قانون قدیمی که علیه روح جمهوری در ترکیه بود رو لغو کردیم که اشاره ایشون به همین قانون حجاب هستش. هرچند که بسیاری از نمایندگان اسلامگرای پارلمان ترکیه از سخنان آقای رجب طیب اردوغان استقبال کردند و به ویژه از سیاست‌های اخیر در بسته اصلاحی استقبال کردن، ولی بسیار هستند در ترکیه که به خصوص بر سر همین بند، یعنی قانون منع حجاب، انتقاد می‌کنن از دولت آقای رجب طیب اردوغان و به نوعی گام‌های اخیر آقای رجب طیب اردوغان رو پشت کردن به آرمان‌ها و سیاست‌های آتاتورک می‌دونن که سال‌ها در جهت نهادینه کردن سکولاریسم در ترکیه حرکت کرد. به هر حال امروز بسته دموکراسی در ترکیه ارائه شد با همه حرف و حدیث‌ها و کم و کیفی که داشت، هرچند که ملاحظاتی هم این بسته در زمینه مطالبات مردم کرد لحاظ کرده، اما آنچنان که باید مورد استقبال شخصیت‌ها، گروه‌ها و احزاب کردی واقع نشد. به هر حال این موضوع امروز در رسانه‌های ترکیه بسیار بازتاب داشت، همینطور انعکاس ویژه‌ای رو هم در رسانه‌های بین‌المللی داشت. تلویزیون ایران فردا ترکیه.